اون چیزی که برای من فعلا های اهمیت هست این نیست که تعداد شهدا و زخمی ها چقدر هست، این اگرچه خیلی مسئله مهمه، ولی مسئله من الان این نیست. مسئله من این هست که چقدر این جناب استاد جعفریان مرتکب این جنایت شده. والی طالبان برای کابل امروز به رسانه ها تصریحا گفته است که داعش در افغانستان وجود ندارد و داعش نیست که این اتفاق رقم زده. بعد توضیح داده گفته که گروه هایی هستند که این گروه ها این اتفاق را انجام دادند و این جنایت را رقم زدند. من هم معتقدم که بله گروه های این کار را انجام دادند، ولی گروه هایی که مد نظر والی طالبان برای کابل هست و اون گروهی که مد نظر من هست خیلی تفاوت داره. شما حدود یک ماه پیش مطلعید که وجب به وجب، خانه به خانه و کوچه به کوچه غرب کابل توسط طالبان تلاشی خانه به خانه شد. بعضی از خانه ها شخم زده شد برای اینکه ببینن اسلحه‌ای در داخل خانه ها پنهان کردن یا نه. حتی یک مرمی، یک تفنگ، یک اسلحه به اندازه یک کف دست مهمات نظامی و جنگی برای مردم غرب کابل باقی نماند. خانه بزرگان شیعه و کسانی که با دولت طالبان در تعامل هستند، خانه اینها هم به شکل اهانت آمیزی حتی مورد تلاشی قرار گرفت. بعضی از این بزرگان ساعت‌ها در بازداشت طالبان قرار داشتند برای اینکه بتوانند منطقه غرب کابل را عاری از هر گونه سلاح و مهمات و تجهیزاتی کنند. خب از اون طرف نسبت به برخی از مناطق طالبان حساسیت دارند. مثلا 1500 نفر نظامی از تاکتیکا فرستادن به بامیان برای کنترل بامیان. در بدخشان همین کار رو کردن، تعداد زیادی نظامی فرستادن برای کنترل بدخشان. در پنجشیر جمعیت غیر بومی مرتبط با طالبان همین الان بیشتر از جمعیت بومی خود پنجشیر هست. در برچی هم دلیل اینکه تلاشی در غرب کابل و از جمله برچی هم دلیل اینکه تلاشی خانه به خانه رو آغاز کردن این رو عنوان می‌کردن که ما خبرهایی داریم که ممکن هست از اینجا علیه امارات اتفاقاتی بیفته، یعنی حساسیت دارن روی منطقه غرب. در داخل کوچه ها و در داخل محلات که سوباتی ها هست، یعنی تمام حرکات و سکنات و همه چیز و همه کس در کنترل طالبان هست در منطقه غرب کابل. خب حالا با این حساب آیا منطق این رو میپذیرد که کس دیگری غیر از خود طالبان امکان انتقال مهمات و تجهیزات نظامی برای زدن یک مدرسه را داشته باشند؟ حتی اگر ما بگوییم که این برنامه رسمی طالبان هم نیست، یعنی بپذیریم سلمنا میگیم که خود طالبان عزم برای این کار ندارن، قطعا کسانی که مرتکب این جنایت شدن اینها در بین طالبان هستند و با پوشش طالبان دارن این کار رو میکنن. پرچمشون پرچم طالبان هست. اگر اینطور نباشد امکان بردن این حجم از مهمات امکانات نظامی برای زدن یک دوتا مدرسه رو ندارن. این موضوعاتی بود که از 8 ماه پیش حضرت عالی میفرمودید، بنده هم عرض میکردم و کسان دیگری هم میگفتن. فهم این قضیه واقعا سخت نیست جناب استاد جعفریان که کسی نتواند این مسئله رو درک بکنه. خب انگشت اتهام رو الان ما به سمت کی ببریم؟ آیا جز طالب کسی دیگری میشود انگشت اتهام رو به سوی او نشانه گرفت؟ قطعا کار طالب است. اگر کار رسمی طالب نیست، کار نیروهای طالب است که با پرچم طالب دارن این کار رو میکنن.